کمپ لیبرتی، یک نیرنگ شنی، آلن گارسون، رئیس دارالوکالای بین المللی ای جی در واشنگتن، مشاور حقوقی پیشین هیئت آمریکا در ملل متحد. هافینگتون پست، 22 فوریه 2012. در سال 1932 رینهولد نیبور، نویسنده و ادیب برجسته، نوشت انسان اخلاقی و جامعه بدون اخلاق. او با این جمله نسبت به تمایل نهادها و از دست دادن احساس خود در قبال بشریت هشدار داد. بهتر از این نمی شود رفتار امروز وزارت امور خارجه آمریکا در بازی کردن با زندگی و امید بیش از 3000 مخالف رژیم ایران را که به صورت به اصطلاح داوطلبانه از اشرف، یک شهر کوچک در 40 مایلی شمال بغداد که آنها به مدت 25 سال گذشته در آن زندگی کردند نقل مکان می کنند را توضیح داد. آنها از آنجا به یک بخش کوچک جدا شده از کمپ لیبرتی، یک پایگاه متروکه آمریکایی غارت شده توسط عراقی ها بدون امکانات اولیه و زیر نظر نیروهای مسلح عراقی که قبلاً وحشیانه با آنها حمله کرده اند نقل مکان می کنند. وزارت امور خارجه به حساب خودش می خواهد به تعهد رسمی ارتش ایالات متحده در ژوئیه 2004 که به ساکنان اشرف در ازای تحویل سلاح‌های دفاعیشان قول حفاظت طبق کنوانسیون ژنو داد بی احترامی نکرده باشد. اما با تأسف باید بگوییم این نظر خیرخواهانه وزارت خارجه به طور جدی دارای نقص است. حدود 400 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق با وجود شک و تردید قوی در مورد این طرح، آن را به عنوان راهی برای آزمایش حسنیت وزارت امور خارجه و سازمان ملل متحد و دولت عراق پذیرفتند. اما گزارش‌هایی که از صحنه ارائه شده نشان دهنده این است که 1. کمپ لیبرتی آب برای خدمات ندارد، حرست به آب آشامیدنی. 2. بنگال‌هایی که قرار است ساکنان تازه از راه رسیده در آن مستقر شوند فرسوده و بسیار کثیف هستند تا جایی که غیر قابل سکونت می باشند. تنها 80 بنگال وجود دارد و بسیاری از آنها فاقد سیمکشی برق و در نتیجه بدون هیچ نور و گرمایی هستند. 3. سیستم فاضلاب در حال حاضر کار نمی کند و در نتیجه عدم وجود امکانات بهداشتی به احتمال زیاد منجر به مشکلات سلامتی جدی می شود و خروجی فاضلاب در محله های مسکونی باز می شود. 4. برخلاف تضمین های نماینده ویژه دبیر کل در عراق سفیر کوبلر که کمپ لیبرتی مطابق با استاندارد بشردوستانه است و تضمین های مشابه وزارت امور خارجه که اعضای سازمان مجاهدین خلق برای پذیرش جابجایی به آن اتکا کردند، حداقل استانداردهای بین المللی بشردوستانه مطلقاً وجود ندارند. 5. مقر اصلی ماموران مسلح در شمال غرب کمپ در کنار بخش مسکونی قرار دارد. علاوه بر این 4 نقطه کنترلی نیروهای مسلح وجود دارند که یکی واقع در مسیر غذاخوری است، به طوری که ساکنان موقع رفتن به غذاخوری باید از پاسگاه رد شوند. مطر از همه فرمانده نیروهای مسلح مسئول این کمپ همان فرمانده مسئول 2 تهاجم به قرارگاه اشرف است که طی این 2 تهاجم بیش از 40 تن را کشته و صدها تن را مجروح کرده است. علاوه بر این نیروهای مسلح به طور مداوم با خودروهای مسلح به مسلسل سنگین در کمپ گشتزنی می کنند. 6. علاوه بر این عراقی ها 7 دوربین نظارت نصب کردند که همه به سمت منطقه مسکونی نصب شده است. این دوربین ها مطلقاً هیچ حیطه و حریم شخصی باقی نمی گذارد. 7. یک زندان که دارای مقررات باشد جایی بهتر از کمپ لیبرتی است، زیرا در کمپ لیبرتی عملیات سیاست عراق به صورت لجام گسیخته شده در حال اجراست. همه اینها این سوال را مطرح می کند که چرا وزارت امور خارجه می خواهد
در چنین نیرنگ آشکاری شریک باشد و چرا وزارت خارجه همچنان بر نگهداری مجاهدین در لیست خود اصرار می کند؟ آن هم در حالی که مدت‌ها پیش بریتانیا و اتحادیه اروپا مجاهدین را از لیست‌هایشان به خاطر نبودن هیچ گونه مدرک اثباتی حذف کردند. ظاهراً امتناع وزارت خارجه از حذف لیست‌گذاری مجاهدین علی‌رغم حکم دادگاه استیناف ایالات متحده در ژوئیه 2010 با این مضحکه رایج همراه است که از طریق در قید و بند نگه داشتن مخالفان کلیدی رژیم ایران یعنی مجاهدین، این رژیم را بر سر میز مذاکره راجع به برنامه اتمیش بیاورند. در این میان متاسفانه به نظر می رسد که کمپ لیبرتی ممکن است چیزی بیش از یک فریب شنیع نباشد.